نمیستم. برنامه آدم و حوا بعد our view، ولی برنامه ما را جناب آقای پریورز داوودیان هایجک کردن. آدم و حوا هایجک کردن آدم و حوا رو تو این شو. ببین به نقش خدا در اومده، اومده اینجا کنار ما نشسته، این دوتا حواها رو ده دقیقه از میچزونه. انتخاب هرچی مرده قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه از این دو بانوی گرامی گرفت. بله البته ما در امریکا فعلا یکی دو هفته از این تجربه رو کلا داریم. دونالد ترامپ خواهش میکنم به پدر ایوانکا توهین نکن. خواهش میکنم از اول همه چی یک دو سه لایو. بله لایو چون نگودی من کروات بزنم. دوباره از اول با درود به همگی شما به برنامه Our View خوش آمدید. در کنار خانم سوزان خاتمی. من سوزان خاتمی نیستم، شما رو میگم. یس خانم دکتر فوجان زینی و فریبرز داوودیان. اسم برای یادش بره. شما نمیاد برنامه خوب شروع شد با اون انرژی بالایی که من دوست دارم شروع شد. سلام خوش اومدید. Thank you and مرسی که منو دعوت کردین. دفعه دوم سوم من به این ایستگاه مقدس تلویزیونی تشریف فرما شدم. ولی منم باید بگم و قبلا به خودشونم گفتم به صاحبین این ارگانیزیشن که از تمام کانال هایی که من درش رفتم و صحبت کردم شاید 3-4-5 هزار تلویزیون ایرانی من تا حالا اینجا خیلی محیط گرم و قشنگ و خوب و خانوادگی و خوبی. خوشحالم که اینجا هستم. خدا روشون. تو به هر صورت ایگوت زیاد بود، کلت گنده بود که حالا دیگه غیر از اون رفتی یه دونه تئاتر هم درست کردی، کارگردانی کردی، بازی داری میکنی، سکرین رایتر، همه چیزاشو نوشتی و خودت هم دیگه خدا کردی. یعنی دیگه ببین بیشتر از این دیگه نمیشد که خودت یکی جرأت داره حرف بزنه. فوجان جون امروز از وام توی مصاحبه سیزی جون به من اینو گفتم، پس تو خود گفتم نه من در خدمت خدا هستم، خدا به خواب من اومد و از من خواست که نقش رو بازی کنم. این در واقع اون این کارونه، من فقط یک بازیگر هستم. یک شنبه 20 ساعت 29 البته یعنی دو سه روز دیگه ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. همه میپرسن چه ساعتی شروع میشه، میگم به وقت ایرانی ساعت 7 در باز میشه. ایشالله طرف های نصف شب شروع شروع میکنه تا همه دوستان تشریف بیارن. ما تو ایران همه وقت رو عوض میکردن اولین بار. اصلا که ساعت میپرسیم گفت به وقت الان یا قدیم. من نمیرم تو سکو بودت منت بکنم. اصلا این ریورس شد تو ایران ادن افتش دو دو ده اسم تئاتر هستش آدم و حوا و چون برنامه ما راجل زنان هست خب مشخصا In case you're wondering ما به اون قربه قسمت آدمش کار نداریم، فقط به قسمت حواش کار داریم. گروه پدر آدم میشه بود گروه پدر نمیشه گروه قبل از نوامبر 8 everything was politically correct. بعد از اون obviously nothing is politically correct. شما میتونی هرچی دارتون مخواهد بگیم. آره واقعا خیلی چیزا آزاد میشه از حالا به بعد. Thank God for that. خب این برنامه چند وقت چقدر وقت داریم با هم؟ شما وقت از کجا از کودکی شروع کنم بیام جلو از آغاز ده شد شما خواستی میکنم رو نه فریم اوجان بچه بودی چقدر مادرت تو رو از بالا بالکن پرت کرد پایین؟ این سوال از من زیاد میکنم. چی شد که الهام خدایی به دست داد و علاقه من شده که خدا بشی؟ سالها قبل من با همکاری که باش می نویسم امیر هوبسیان در نیویورک بودیم برای یکی از تئاترامون. توی پارکی قدم میزدیم، باغ و درخت و چمن و اینها. نمیدونم چی شد خب آدمایی که نویسنده هستن میدونی بهت یه چیزایی میاد، یعنی به ایده رو نمیسازی در واقع میرسه از جایی بهت. و من یه دفعه چی شد بحث آدم و حوا شد و گفتم ما یه فیلمی بنویسیم در مورد آدم و حوا و چقدر جالبه که اشکالات اون موقع آدم و حوا رو مقایسه کنیم با مسائل زناشویی این دور و زمونه جوانها، چون یک چیزایی درسته تو خونمونه، تو دی ان ای و ذاتمونه، یعنی چه در آفریقا چه در آمریکا همون مسائل زناشویی دعواها بحثا تو که خود روانشناس هستی پیش میاد. این سوژه موند 15 سال تا اینکه بالاخره دوباره به هم پیوستیم که اینو تئاترش کنیم به جای فیلم. بعد خب گفتیم آدم و حوا رو بالاخره باید از اول شروع کنیم دیگه،
کی اینا رو آفرید، چگونه اینا رو آفرید، و رفتیم بوک آف جنسیس اول تستمنت رو مطالعه کردیم که حتما توصیه میکنم یاران مطالعه کنند. اگر علاقمند به مسائل کمدی هستید حتما قصه خلقت رو در کتاب آسماری بخونید، چون واقعا کمدی خودش جالبه. یعنی باور کنید بعضی از قسمت‌های اون قصه حقیقی خلقت رو که خدا چجوری دنیا رو آفرید و بعد آدم و حوا رو آفرید رو بخونید، مثلا از دنده این و از فلان و اینا، خب خودش خیلی حتی از بعضی جای تئاتر من فانتزی تره. جدی میگم اینو بیشتر. خلاصه اونو خونده بودیم که وای خیلی جاده رو، باید خدا هم بیاد و خدا اینا رو بیافرینه، و حالا اگه خدا اینو میافرید چه جوری میافرید، اولین کلماتی که بین خدا و آدم رد و بدل میشد چی بود، اولین باری که آدم و حوا برخورد، اینش جالب، یعنی اینه که ذوق نویسنده رو بیدار میکنه که به قول امریکا میگم what if this really happened what would happen exactly. هیچ که این فکر و قصه هم که توی کتاب آسمانی میخوانید اصلا این صورت توضیح نمیده، خیلی سریع، یعنی اون 6 روز خدا رو در 6 ثانیه توضیح میده که اونم ما استفاده کردیم در تئاتر. اول آب رو آفرید، بعد فلان رو آفرید، بعد دریا فلان شد، بعد خشکی به وجود آمد، یارا یه دفعه آدم اومد، هوا اومد، بزن بریم تموم شد. خلاصه ما اینو یکم بازش کردیم. خدا در تئاتر هست، خدای ما خدای جالبیه. بعد وقتی نقش خدا رو می‌نویسیم، اول ما تئاتر رو به زبان انگلیسی شروع کردیم، چون همونطور که می‌دونید کار من همیشه یا انگلیسی بوده یا فارسی انگلیسی. تو هم نوشتیم نصف تئاتر رو نوشتیم، من دیدم که این به دل من نمیچسبه به انگلیسی، گفتم فارسی شروع کردیم، انگلیسی شروع کردیم. اول دیدم جوکا اونجوری که میخوام نیست، بعد فکر کردم که تا حالا چندین بار در مورد خدا در امریکا فیلم ساختن با این مسائل شوخی، ولی ایرونی ها هیچ وقت اون راهو نمیرن، حالا از ترس یا آدم های بهتری هستن ایرونی ها، با خدا شوخی نمی کنیم، ما همه قراره بریم بهش، جرعت نداریم. خلاصه من اصرار کردم، تأکید کردم که این باید فارسی باشه، که برای من هم چالنجی بود، برای اینکه من خب فارسی به خوبی بعضی که تازه از ایران اومدن یا ایران بزرگ شدن نیست، از بچگی اینجا بودم. ولی برگشتیم از اول کار رو به فارسی نوشتیم، برای اینکه میخواستم اولین در نوع خودش باشه، میخواستم خدا فارسی حرف بزنه، میخواستم آدم و حوا و شیطان هم در تئاتر هست فارسی حرف بزنن. باور کنید تا 5 روز پیش خودم مطمئن بودم جنس خدا شیطان هر دو نه، چون تمام این درد سرا زیر جنس مذکره، فقط حوا سنگسار هم میکردن خانم ایرانی، فکرشو بکن فوجان جانه اگه شیطان زن انتخاب میکرد همین فوجان داره میگذر رو میبارید. اتفاقا شاید خوشتون بیاد که در این تئاتر ما یه نکاتی رو هم، البته تئاتر هم به نظر من یا روحوزی خیلی خوبه یا اینکه کمدی خیلی خوبه. کمدی خیلی خوب باید تفکر درش به کار، یعنی نمیتونه الکی لوسبازی، من که میدونی اهل حرفا نیست. فکر میکنم نکاتی در سناریو پیاده شده در مورد نقش زن به خصوص و حوا که فکر میکنم بانوان در جمع بپسندند. حالا هر سوالی داری من در خدمتم. زیاد هست. زمانش چقدره؟ 1 ساعت و نیم مثل فیلم سینمایی. آنتراکت هم تصمیم گرفتیم برداریم، یعنی یه تیکه میره از اول تا آخر. بله. یکی از فکرایی که برام اومد، من نمیدونم که تئاتر بوک آف مورمن رو شما ها دیدین. من دیدم بله. یکی از اتفاقایی که تو اونجا میافتاد اینه که اولا شاهکار بود این تئاتر، میوزیکال بود و شاهکار بود، ولی در بعضی جاها یک جای من نگاه میکردم و میگفتم فریبا جان عجیبه که من آده کسایی که مورمن هستن یا حتی مسیحی هستن خیلی باید تالرنسشون زیاد خیلی باید تالرنسشون زیاد باشه که بتونن جوری که اون فضا رو درست کردن رو باش بخندن و لایت نرم رد بکنن و هیچ اتفاق دیگه هم نیفتادش. یعنی من حتی با یک چند دوستان مورمن داشتم صحبت میکردم و گفتم که خب تجربه شما چی بودش راجع به این، خندیدن گفتن یه دونه بیلبورد درست کردن بعدش تو نیویورک و زده بودن که You saw the book of Mormon, now go read the actual book. Book of Mormon. و شروع کردم با شوخی کردن و میخواستم ببینم که چون اون رو دیدی و خب خودت این سناریو رو به وجود آوردی،
فکر میکنی که کسانی که در آدینس نشستن بعد از اینه که اون شب برن بیرون do they have to have tolerance یا اینی که نه it's like نه اتفاقا من فکر میکنم اولا که کاری که با طنز درست انجام بشه و این حسن طنز خوبه به دل مینشینه دیگه، یعنی باید تماشاگر خیلی کم ظرفیت باشه که طنز خوب رو هم خوشش نیاد چون که به یه جایش تون شده. دومان من فکر میکنم دلیلی داره که ما مقصودمون رو حتما به طرز هارش یا تندی عرضه بکنیم. به نظر من سوال پیش آوردن کافیه با طنز. در این تئاتر به خصوص با وجود عقاید خود من خیلی افراطی تره اتفاقا از چیزی که در این تئاتر، خیلی شاید از من توقع بیشتر دارن که مثلا خدا رو به مسخره بکشم یا شیطان رو یا آدم هوا رو، ولی نه اتفاقا خیلی کار طبیعی و نرماله. فقط بازی با کلمات قلقلکی که آره شما فکر بکنید آجیز. وقتی میرید که حالا خودمونیم مثلا این خدایی که من یه عمر بهش فکر میکنم چرا این کارو کرد؟ مثلا میگم براتون وقتی که ما این مطالعه رو کردیم، من که اصلا اهل مذهب نیستم و اینا، مجبورشم برم قصه جنسیس رو بخونم یا کتاب قصه خلقت. مثلا خدا وقتی که از باغ آدم و حوا رو بیرون میکنه به حوا میگه که من دارم اینو لایو برای فیسبوک ضبط میکنم و همیشه یه کسی در آخرین لحظه بی تربیتی میکنه و زنگ میزنه وسط پابرهنه سلام، ما لایف هستیم رو فیسبوک در تلویزیون عصر امروز. You got it. asrmusman.com. چی داشتم گفتم؟ حرف خیلی مهمی می‌خواستم. خیلی مهم بود. داشتم فکر می‌کردم که چرا خدای حرکاتو انجام میده. خدا وقتی که آدم و حوا رو از باغ بیرون می‌کنه به حوا میگه و تو درد زایمان وحشتناک خواهی داشت. خب این مسلمه که اینو یک شخصی 3000 سال پیش لوبیا زیاد خورده بوده، دل درد وحشتناک داشته، ساعت 5 صبح از دست زنش هم عصبانی بوده، گفته اینم من می‌نویسم که خدا زن را، خدا آخه این خدایی که جهان را آفرید و من و شما را آفرید چیکار درد زایمان این طرف داره؟ همینا میشه که دوستان فکر می‌کنن دیگه، مورد سوال قرار میدیم دیگه، رایت میگیم که خب وایونو گوالا، یا مثلا نوشته شده در قسمت دیگری از تور از بایبل که حضرت مسیح و یارانش گرسنه در بیابان می‌رفتند و درخت انجیری دیدن که میوه نداشت و حضرت مسیح خیلی ناراحت شد و این درخت رو نفرین کرد و اون درخت بلافاصله خشک شد. این یکی از معجزات حضرت مسیحه. خب چرا دعا نکرد که میوه بده؟ ببینید این تلویزیون عصر امروز واقعا عصر امروز عصر دیروز نیست. درست میگم نمیاد تلویزیون عصر دیروز. درست میگم. بعد که این بوک آف جنسیس رو نگاه کردی و بایبل رو هم نگاه کردی، آیا بگو گوشم من گوش میدی یا نه؟ من در آن واحد 20 تا کارم تلفنشه، حواسش با من. ببینید تمام ماهانم برداشت برده اون تو به جایی که ما در کنارش باشیم. اتفاقا شما صدها هزار ببین خانم تو بر نسما. بله بله بله. نه این پوست خودم، من عمل نکردم. میپرسن که شما چطور انقدر پوستتون خوبه؟ رمز و راز جوان ماندن شما چیه؟ نشد. خب الحمدلله تموم شد. یکی زنگ زد مسیج گوش گیان زد. وقتی که این بوک اپ جنسیس خونی، آیا در کاری که داشتین انجام میدادین نگاه دیگه ای هم به حوا و کلا نقش حوا در فضایی که توی این خلقت داشته به وجود اومده بیشتر باز شد برای ما؟ باز کردیم مثلا، خب این اصلا کل این که حوا از دنده آدم به وجود اومده، حوا رو درجه دوم به حساب میاره، همونطور که در سراسر بیشتر دنیا هنوزم جنس زن، که من شخصا از اون فمینیستایی هستم که اصلا، البته میدونم که از نظر احساسی هم تو که شما روانشناس هستیم میدونید که ما با هم فرق میکنیم طبیعتا ذاتا، خیلی فرقمون قشنگ درست 100% من ما رو برابر میدونم. این حرفای قدیمی پوسیده از همین جاها شروع شده. بله وقتی ما بخوایم قصه های 4-5 هزار ساله رو بکنیم دین و مذهب و ایمانمون و اینها به ما میآموزن چطوری زندگی کنیم، خب مسلمه که هنوز در بعضی از قبیله ها زن رو ختنه میکنن، تو سر زن میزنن،
حقش رو بهش نمیدن، حتی در ایران امروز در کشورهای مترقی همین آمریکا به قول شما حتی حق خانم ها با آقایون یکی نیست. درست دیگه. درست. البته بگذاریم که باز در این محیط میتونه یک زن خودش رو به مقام کاندیدای رئیس جمهور برسونه. آها نشد رئیس جمهور، نشد. پدر ایوانکا رئیس جمهور شد. Hi Ivanka, I hope you're watching my show on TV. She's married, dear. Today's afternoon is the name of this channel. خیلی جالبه برای اینکه این حرف رو که زدی یک مبحث جالبی برای من پیش اومده تو این هفته آخر و اونم اینه که زن به عنوان یک سکس آبجکت هنوز که هنوزه بالا میره و دقیقا توی این هفته از لحظه ای که First Lady Elect قراره که باشه تمام عکس های پورن و سافت پورن این شخص به عنوان فرست لیدی داره همه جا پخش میشه و یعنی حتی اگر میدونین یعنی حالا که انتخاب کردی کار بسیار لوس زشتی احترام اون شخص رو هم حداقل نگه نمیدارن به عنوان طریقی که دارن راجع به این آدم صحبت میکنن و این کانسپت سکس آبجکت سوالم به اینجا بودش که آیا وقتی داشتی تحقیق میکردی توی این کتاب ها آیا مسئله سکس آبجکت توی اون تو هم خودشو نشون میداد یا اینی که فقط سکس آبجکت از دو لحاظ ممکنه باشه؟ یکیش اینی که کسیه که فقط باید بچه دار بشه در نتیجه از اون لحاظ داره باهاش نگاه میشه و بعدش تبدیل شده خب به شیعی که میشه ازش هم لذت. البته من به خاطر تحقیق در این مورد نمیتونم بگم که من یک فیلسوف مذهبی شدم، ولی میتونم از تجربیت قبلیم به شما بگم که اصولا در طول تاریخ و در کتاب‌های آسمانی همیشه زن یک موجود درجه دو، درجه سه و درجه چهار بوده. یعنی حتی جاهایی هست که زن رو ملک مرد و با مثلا شطور مرد مقایسه کردن و این که طبیعیه. خب البته بهتون بگم این رو هم حالا با من اگه صحبت میکنین میتونم خیلی باز کنم مطلب. ببینید همه چیز رو باید ریشهش رو فهمید بعد درستش کرد. شما مجسم کنید که عصر زمان قارنشینه. من بچه بودم 5 سالم بود، مامانم منو برد فیلم راکوئل ولش که 1,000,000 سال. خب اینو من هنوز تمام صحنه‌هاش رو یادمه. مخصوصا راکوئل. اسمش یادش نیست. راکوئل، I hope you're watching this show today afternoon. You better go Sunday and see them. این فارسی شنیدم خوب شده. فارسیش خوب شده. بچه ها، یعنی خانم های عزیز، ببینید خب مسلمه که در یک زمانی زن نمیتونسته بره شکار گور خر، از نظر فیزیکی ضعیف‌تر بوده، اون خلق و خوی وحشتناک داشته. در بعضی از حیوانات این فرق میکنه، در بعضی از حیوانات مرد حاکمیت میکنه. خب از اونجا شروع شده دیگه و این کم 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 تو منتها بدبختی ما اینه که بعضی چیزها 6 7 8 10 20 هزار سال طول میکشه تا بفهمیم که اون روش غلطه. یعنی میبینید در بعضی از کشورها که متمدن تر و پیشرفته ترن این فاصله کمتره، در بعضی از کشورها بیشتره، در بعضی از کشورها شما اگر به پیغمبرشون توهین کنید با قمه میان سرتون رو میبرن، در بعضی از کشورها میگن چقدر جالب گفت ها ها ها. خب این فرق به نظر من یکی از علامتهای تمدنه و طرز فکر بالا رفتنه. یعنی ریشه‌ش رو که بفهمیم اونجوری باید درمونش کنیم، مثل یک بیماریه این. بله، ولی میشه گفت که در زمانی بوده که حالا میشه گفت که چرا یارو مثلا 3,000 سال پیش در یک قبیله در ازبکستان اون احترام لازمه رو شاید به دخترش نمیذاشته، چون دختره نمیتونسته بره روزا شکار گرگ مثلا، ولی پسره میرفته 4 تا گرگ میشه بابا آوردم گرگ کشتم. حالا این مسئله گذشته، الان دیگه ما سوار ماشین میشیم، شکارم نمیکنیم، میریم سوپرمارکت گوشتمون رو میخریم. People need to change with the times. It's 21st century. خب برای همینم این نوع برنامه ها گذاشته میشه. حالا چه تئاترایی که شما نویسندگیشو به عهده میگیرین، شوهایی که هست که همش مردم از جهت فکری باز بشن و متوجه بشن که it's time to change. حالا به هر شکل و فرمی که میشه این کار رو انجام داد. یعنی ما وظیفه‌مونه اینه. یعنی هر کسی که دست به قلم میبره، شعر میگه، نقاشی میکنه. به نظر من هنریه که جامعه رو، اگر هنرمند انقدر شعور این رو داره که خودش رو هنرمند خطاب کنه که باور کنید من هنوزم میخوام بگم من هنرمندم زورم میاد. تازه یه بارم توی مصاحبه که میرفت ایران گفتم، یه آقایی به من گفت تو به خودت گفتی هنرمند،
مثلا چرا به خودت گفتی هم گفتم خب مگه شما جراح نیستیم؟ میگی من یک جراح هم، یک خجالت نمیشه. خب شاید من هنرمندم. بهش چیز کن، تکس کن، بگو من هنرمندم. خدا هم شدم. وظیفه ما اینه که تفکر مردم رو قلقلک بدیم، چیزهای جدید به شما معرفی کنیم، تابو رو بشکنیم. اگر بتونیم این کار رو با لطافت و با شوخی و طنز انجام بدیم که خب دیگه چه بهتر. Life isn't funny unless it's you make it funny. Yeah. و یکی از چیزایی رو که من در کار خودم دیدم، چون یک شنبه صبح هم هنوز رادیو رو میشنم، برنامه خانم هستیم و خیلی موقع ها متوجه میشم که یک مسئله رو که خیلی از موقع ها ممکنه ببینیم و ناراحت بشیم یا ببینیم محلش نذاریم، جوری که کسانی که کمدین هستن و مثلا پولیتیکل کمدین هستن انقدر جالب این مسائل رو باز میکنن که یک چیزی که اصلا حالت عادی داشتی بهش نگاه میکردی جالب. این فضا باز میشه و از دیدگاه های مختلف داره بهش نگاه دقیقا. میشه حتی مثلا سرنا لایو و هفته پیش که نگاه میکردیم یه پولیتیکل کمدین که اونجا داشت نگاه میکرد به اینه که تمام ایده هایی رو که فرضاً اگر سیاه‌ها خیلی سال‌ها میدونستن ولی سفیدها به روی خودشون نمیآوردن و فکر میکردن که هیچ نوع ریسیسی نیست، جوری که این سکیت رو درست کرده بود و داشت انجام میداد، از یک جای دیگه به دل مینشینه و یک دفعه چشم باز میشه. به خاطر همین فیلم، تئاتر و از لحظه ای که کمدی در کنارش میاد که خیلی سخت‌تر از دراماست، وقتی کمدی در کنارش میاد مسائلی رو باز میکنه که it's serious ولی انگار خودش رو ازش جدا میکنه و seriousnessش رو نشون میده و این یکی از کارهای زیبایی که کمدی میتونه بکنه و هر کسی نمیتونه. نه کار هر کسی نیست، خیلی کار ظریف و نکته سنجی زیادی میخواد که مردم در اینی که به قول شما پیروی صحبت خانم دکتر زینی و فریبرز عزیز که یک کار مشکلی هست و در ضمن با یک ظرافتی که دوستان هم احساس راحتی بکنن، چون همیشه در حالت کمدی آدم یه ذره گاردش میاد پایین و ریلکس تره، ولی در این حال هم شما وقت میتونید اون پیغام و مسیجی هم که دارین رو لابلای حرفاتون انجام بدین و تصمیم و انتخاب رو نهایتا به عهده خود تماشاگر میذارید. حالا یه چیز خیلی جالب سیکرتی بهتون بگم که البته میدونی همه کارهای من ساتایر بوده به قول امریکایی یا انتقاد از مسائلشون، در بیشتر کارهایی که من کردم به نظرم میاد که تماشاگرها بعدن میان از من تشکر میکنن که چه نکته های جالب رو زدی، خوب اینا رو خیت کردی، خوب در مورد اون، ولی در واقع روی سخن من به همون شخصم بوده، ولی همیشه فکر میکنیم که دارن دیگری رو، من که اونجوری نیستم. مثلا من در مورد روحانیان شوخی کردم و روحانیانی به من گفتن خوب این روحانی بدا رو مسخره کردی و من دیدم گفتم دوست عزیز شما خودتون یکی از اونها بودی و در واقع شد به نظر من شروع جز بدترین هاشون هم بودی، ولی خب حالا فکر نمی‌کنی در رو تو بود راحت باش، چون ما تو باز میگم روانشناسی همیشه it's about somebody else. نه بابا من که اگه این مسائل گاسیپ و ماسیپ و پشت سر حرف زدن و این مسخره‌بازی واقعا مال عهد بوغه و باید فرار کنیم از این مسئله. من یه سوالی میخوام بپرسم ازت در پیروی صحبتهایی برای این شوی سانده مون فریبرز جان. من بپرسم ببینم که محدودیت سنی چون من همیشه شوهای گذشته طوری که آمده بودم بله محدوده مکسیموم 100 ساله باید باشه. نه ببین برای که شد خدا باشه گفتی به زبون فارسیه، من یادم هست در گذشته شوهای ترکی مدیم همیشه یه چیزی که خیلی ادمایر می‌کردم به خاطر اگزکتلی و خیلی جوان‌ها همیشه کچر آدینس بودن و خب منم چون خودم همیشه دیدی که با نیو جنریشن رو همیشه دوست دارم سامها سپورتشون میکنم و دوست دارم که بیارمشون تو جامعه ایرانی، ولی خب به هر حال با نوعی که اونا هم بفهمن و بتونن میخوام ببینم که what do you say to that. جالب بود این انتخاب، خیلی سوال قشنگی میپرسین. اتفاقا من یه ریسکی کردم یعنی انقدر هویت کار برام مهم بود که فارسی باشه که این ریسک رو کردم که بعضی از تماشاگران لویال من به فارسی چی بگم وفادار من که خیلی جوانن ممکن نیان، حالا خب نمیان یا اینکه میرن فارسیشون میان بهتر میشه. البته ریسکم هم حساب شده بود با خیلی از جوانهای 19 20 25 ساله که معمولا منو میشناسن صحبت کردم
و اینم خبر خوبی به شما میدم که خیلی از اینها که حتی در امریکا به دنیا اومدن گفتن خیلی ایده خوبیه، ما عاشق اینیم که بیام یه کار به فارسی ببینیم. ما برام جدی میگم بچهای مثلا خیلی مون بالای قرتی پرتی که فکر می‌کنن محل ایران رو نمی‌زد با اشتیاق زیاد، بله ما حتما میایم، اتفاقا خیلی شیرینه، فارسی ما انقدر بد نیست. نکته جالب اینجاست که هنوز ما در یک زمانی زندگی میکنیم که حتی 19 20 ساله هامون پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون فارسی با اینها حرف زدن. پسر خود من الان که 4 سال و نیم 5 سالشه فارسی رو کامل میفهمه ولی به سختی جواب میده، و یعنی ما اصرار کردیم که این فارسی رو بفهمه. حالا وقتی بزرگتر شد صحبت کردنش هم راه میندازیم. حالا دیگه راست میگی، سوال قشنگی پرسیدی. اتفاقا خیلی دوست داشتم این جواب دادی، برای که اتفاقا یه چیز دیگه میخواستم در ادامه صحبتت بدم، و اون اینی که همون بچه‌هایی که تینیجری که اون تئاترات رو می‌ذاشتیم میومدن که الان خب بزرگتر شدن آفیسی رفتن که مید 20s and up، من جمله پسر خود من فارسیش الان خوب شده و علاقه داره، می‌خوام اینو بگم، چون تو یه سنی که بهترم خودت میدونی حتما بچه‌ها یه ذره گریز میزنن از اینکه حالا فارسی حرف بزنن، جای ایرانی برن که شو زبون فارسی بزنن. بعد که اون سن رو رد میکنن خیلی هم اتفاقا براشون جالبه، اصلا خیلی هم پراد و فقط امیدم اینه که هنوز ببخشید سلیقه‌شون خوب باشه و یه کارهایی رو که ورزش ساپورت نداره رو ساپورت نکنه، خدای نگهدار برن یه برنامه‌ای که وا این چی بود این چی ماما چرا گفتی ولی آبروی ما رفت اونجا، من گرلفرند آمریکایی مو بردم این یارو چی میگفت صدای با اون بدی و اینا. خود این مسئله به نظر من اینه که یک کسانی هستن که وقتی اینجا به دنیا اومدن بچه ها این they're detached، یه ذره جدا شدن از اون فضای اسلامی یا حتی یهودی یا هر کدوم از مبانی که در کنار اون دین و مذهب خیلی جدی گرفته شده. بعد از اون من فکر میکنم مادر بزرگا یا خیلی کسای دیگه هستن تو همون خانواده ممکنه که به اونها بگن که چه کارهایی باید بکنن، حالا چه فرهنگشو نگه دارن چه دینشو نگه دارن. اومدن به این فضا خیلی باز میکنه گفتمان راجع به این رو که بتونن از دیدگاه‌های مختلف راجع به صحبت بکنن، چون دو بوک آف جنسیس یا کلن آدم و حوا دیگه ربطی به هیچ مذهبی به خصوص نداره، چون همه مذاهب یه جوری از اون سرچشمه همشون بده، یعنی همشون عالیه برصد از اونجا مقدارشون سرچشمه گرفتن، و در نتیجه گفتمان جالبی رو باز میکنه بین سه تا جنریشنی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن. بله چون ریشه این بساست دیگه. ولی الان یه چیز خیلی جالبی، یه دفعه یه متافوری به فکرم رسید، چقدر از حرف قشنگی که زدی در مورد ما که دو فرهنگه هستیم و کوچ کردیم، ما وقتی آب میوه میگیریم، آب هویج میگیریم، جوسش میاد بیرون، اون توفالش رو میریزیم دور. ما الان این امکان رو داریم که زیبایی های این فرهنگ رو، بعد بعضی وقتا من خیلی دوست دارم آب هویج رو با آب سیب تالا قاطی کردیم خیلی خوشمزه میشه میفهمیم؟ این دوتا رو با هم میکس میکنید، یعنی ما نه لازمی داره یه دفعه امریکایی بشیم، نه لزومی داره که حتما سنگ ایران و بیار نامبر وان و ایران نمیدونم اصفهان نصف جهان و حالا اومدیم اینجا دیگه، حالا اروپا یه خاصیتایی داره، خب شما میری پاریس یه نون پنیر میخوری خب هضم میکنی اون ساختمونم یارو لوی 16 اونجا ساخته اینجوری، خب اینو نمیبینی در قزوین، میدونی فرق میکنه، البته من تالق قزوین نبودم یا شما چون نه ببخشید این جوکا خیلی بده این دیگه اول میگه بعد میگه اینجا شو سانسور داری بسیار قزوین جای خوبه. چقدر ما امکان قشنگی داریم و حتی در کارهای هنری که نچسبیم، ببخشید این جسارت رو میکنم به عنوان منی که اینجا بزرگ شدم، من یه سری از موسیقی ایرانی رو نه تنها گوش نمیکنم بلکه اگر گوش کنم ممکنه منو برم بیمارستان میفهمی چی میگم؟ یعنی اون چیزی که در سال 76 در ایران من خیلی دوست داشتم قبل از اینکه بیام رو گرفتن دیگه، اینو انقدر آب هویج رو چلوندن که دیگه یعنی هیچی از این نمونده، و اون آهنگ رو صد بار صد جور مختلف می نوازن، اشعار همه شبیه هن، میدونی چی میگم؟ برای من بلوک میکنم خیلی از آرتیستایی که من توی ایران خیلی دوست داشتم، و الان باور کنید حتی رو فیسبوک یه کلیپش، البته من نمیگم که من متخصص موزیکم، میخوام بگم که اتفاق داره میفته، میخوام این بزرگان بشنون که آدمی مثل من همچین نظری داره و از من جوان‌تره که حتی بدتر، یعنی حتی رو فیسبوک اگر عکس طرف هست و یه ویدیوش باور کنید من ممکنه یک کلیک کوچولو نکنم، بلکه هر دفعه کردم
دیساپوینت شدم. هنرمند با زمان پیش میره کارش رو، و اون وقت وقتی شما میان اینجا مثلا این گروه های موسیقی امریکایی این همه نوت از بیانسه گرفته تا یوتیو، این همه ملودی تا پرنس تا مایکل جکسون، چطور ممکنه که یک موسیقیدان ایرانی نتونه این رو بگیره و با این یه چیزی بسازه که کردند چند تا از آرتیست هایی که شاید ما کنسرتاشون رو با هم رفتیم و ببینید چی در اومده، ولی اونایی که یخ زده موندن در قرن بیستم هنوز بعد میگن چرا ما صفحه‌مون فروش نمیره، چرا فلان کاور رو برنامه روشون کسی نیومد. خب تکونی بدین دیگه. خب سوال بر من پیش میاد، حالا که قراره که من تمام عاشق سوال هست، حالا که قرار شد همه هنرمندها با زمان پیش برن، تئاتر آدم و هوا چه جوری با زمان پیش رفته؟ مثلا بوک آف جنسیس که خیلی قدیمیه، از اونجا که گرفته چه جوری اینو آورده توی با زمان پیش رفته؟ خب نمیخوام هیچی از تئاتر بگم، برای اینکه یکی از شیرینی های آره یکی از شیرینی های این قصه اینه که آن اکسپکتد، یعنی خب تا حالا که شما خدا ندید فارسی حرف بزنه بیاد رو صحنه آدم و هوا رو با زمان پیش رفته وقتی خدا با فارسی صحبت کرده. حالا چی میخواد بگه این آقا اینجا چرا مثلا این کارو کرد، چجوری توضیح میده که توجیه میکنه این عملی رو که انجام، چرا سبزی، چرا مثلا کلم به وجود آورد خدا، چرا کاهو رو چجوری فکرشو کرد خدا، چرا کوسه اینجوری شده، چرا اونجوری شده، همه رو خدا آفرید دیگه، چون ما به اِوولوشن که اعتقاد نداریم درسته، خود دیگه اینا شیرینی هاشه دیگه. ولی صحبت سب کنیم ببینیم 100% خواهش میکنم. و البته من نمیگم که این یک مسترپیسه مثلا دیگه در موزه کار منو میذارن، ولی فکر میکنم که کار شیرین و متفاوت و پرخنده ای باشه. بله پوینتش اینه، پوینت اولش اینه که زیاد سخت نگیریم مسئله زندگیتونو، حتی اگر به خدای اعتقاد دارین اون خدا باید یه خدای دوست داشتنی و مهربان و شیرینی باشه. همونطور که یه بچه برای بابا، اگه ببخشید بچه بنده ادرار میکرد رو صورت من، من نمیدونم کتکش بزنم، میگم بیبی منو، خدا اگر هست خب دیگه نمیاد که شما رو پدرتون رو در بیاره اگه اشتباه کنه، شکنجتون نمیده، نمیذاره برین جهنم، اولا شاید دین و مذهبتون رو باید دوباره از اولش فکر کنید. یعنی اگر این خدا پیغمبر رو آورده و پیغمبر هم اینجوری بودن، یکم همه این رو دوباره بررسی کنیم. یک دومن بخندید بریش خودتون، بریش من، بریش افکارتون، خب مذهب خواهم بریش پیغمبر رو بخندید، هیچ اشکال نداره، بلیف میگه سفت و سخت مندید، خیلی جدی نگید، چون گرفتین هم هیچ غلط بزرگی انجام ندادین، نه جنگ تموم شد، نه فقر تموم شد، نه گرسنگی و بدبختی های جهان، نه سرطان و کسی تونست با دعا درست کنه، والا باید دکترها روش کار کنن یکم، با زمان جلو بریم، بخندین، شاد باشین، تبعیض قائل نشین. و اتفاقا جالبه که این خدای ما که قبل از مذهب این تئاتر نوشته شده، اگرم مذهبتون براتون خیلی مهمه، اوکی، شما مذهب پرتغالین، اونم مذهب نارنگیه، اون یکی هم مذهب موزه، بالاخره هم میوه هستین، تو سر همدیگه که نباید بزنن شیعه و سنی، خب یعنی چی این بی‌تربیتی‌ها، یعنی چی خجالت بکشین. من واقعا دنیا رو آدم داره حرف میزنه، واقعا من اینجا دارم خداست، چون خدای من خودش از این نطقا تو تارز نمیبره، خودش یه ذره گیجه که چی شد که همچی شد، خودش هم باورش نمیشه. این خدا خدایی نیست که هنوز به اون مرحله نرسیده که حالا بعدش، این خدایی که آدم و حوا رو آفرید. من حرفایی که الان میزنم بعد از 4-5-6 هزار سال امتحان و تجربه هایی که به راه غلط رفتیم. چه مصاحبه هایی؟ نهار چی گفتیم بیارن؟ یاد این افتادم اینو بگم تا به نهار برسیم. راجب کامدی که داشتیم حرف می‌زدیم، این انالوجی برای من آوردید که مثلا تو خیابون دارین رانندگی می‌کنین، هرس می‌خورین تمام روز، هم توی گفتی 15 هزار تا اتفاق ممکنه بیفته که همش اشکال پیدا بشه، من تصادف کردم این اتفاق افتاد، بعد یه زمانی هستش که دیدین مثلا کلاً میشین میرین توی هواپیما یا میرین قله کوه، بعد از اونجا که فضا رو نگاه می‌کنین خیلی متفاوته، تمام مسائل مندینی که ما باهاش درگیری پیدا می‌کنیم مثل که دیدمون باز میشه، و اینو من دارم میشه یکی از یک جایگاهی ما داریم به تمام مسئله نگاه می‌کنیم که یه ذره خودمون جدا کردیم و با فضای طنز به مسائلی که آدمای دنیا سرش میکشن هم دیگر رو و در خود داغون میکنن تمام زندگی خودشون رو بقیه رو دقیقاً زندگی خودشون رو بقیه رو دارن داغون میکنن رو
از یه دیدگاه دیگه یا حتی دعوای زن و شوهر، یعنی ما از روانی یه جای کاری اتصالی کرده مغزمون و تا حد زیادی هم این اتصالی به خاطر آموزش‌های بدی، یعنی وقتی که مردم بی سواد بودن، فودالیزم بوده، طرف از صبح تا شب شخ می‌زده با گاو و گوسفند، بعد می‌رفت شب یه واعظی می‌شست یه مزخرفی، ببخشید میشه به مزخرف تو تلویزیون بله، به این یه چرندی که در خواب دیده بوده میگفته و میگه این امر خداست، بعد یارو رفته خونه میزنه تو گوش زنش، چون خدا گفته که تو نباید مثلا اینجا تو تتو میکردی. مثلا بنده برای فیلم برداری در اردن بودم و یه خانومی اینجا چیز بود، خالکوبی داشت، آقایی که اونجا گرداننده مسجد بود، مسجد اون ده اومده بود این گیر میداد که تو میری جهنم، چرا دستتو تتو کردی؟ آخه مرد حسابی تو چی کاره ای که داری اینو به تو میگی؟ کجا این خدا این حرف رو زد؟ خدا اصلا نمیدونست که تتو چیه؟ وجود نداره. این جسارت، این بیت، خب وقتی که این رو اجازه دادن بهش، زمانی بوده، دوباره میگم باید به ریشه مسائل نکنم، یادتون باشه کتاب که همیشه نبوده، ماشین چاپ که همیشه نبوده، خرد و منطق از سینه یک کسی شروع شده یا چرندیات در ذهن یه نفر شکل گرفته، این پخش شده، دهان به دهان چرخیده، بعد از 500 سال اومده یکی ماشین چاپ درست کرده، بعد اومدن یه سری چیزای جالب رو در کتاب نوشتن، یه سری چیزای الکی هم در کتاب نوشتن، بعد این کتاب رو یه سری پولدارا میخوندن، میدادن به پسرموشون، بیا تو هم اینو بخون، دستنویس بود، بعد بخشی قبل از چاپ دستنویس بوده، سالها و قرنها طول کشیده که تازه ما بتونیم الان آدم معمولی بره کتابخونه کتاب بخونه، دو تا کلمه چیز بفهمه، بعد یا اینکه بیاد رو اینترنت گوگل کنه. این یک مسیر طولانی است که ما طی کردیم. یه بار فیلم بود اسم Invention of Lies، من دیدم، مال انگلیسیه، که نشون میده یه دهکده‌ای بودش که همه فقط راست به هم میگفتن و در نتیجه هر کسی حرف میزد دیگه علامت سوالی نبود. بعد برای اولین بار مادرش مریض بود، اومد یه حرفی رو بهش بزنه، دلش این از سوختش، گفت الان داره میمیره، گناه داره، بزن من یه چیزی بهش بگم که اینو ناراحت نکنه. بعد که این حرفو زد، یه دفعه خب اون باورش شد، یعنی دروغ گفت بر اولین بار اون باورش شد، بعد یه دفعه دید اینو خوشحال کرده، از اونجا اومد شروع کرد تو شهر، بعد یواش یواش من خودم ازش سوال میکردم، حالا پس اینو چیکار کنیم، حالا این چیکار کنیم، بعد نه از کجا فهمیدیم، گفت از یکی اون بالا به من داره اینا رو میگه، بعد سوال بهش پرت میکردن، اینم همون لحظه هی باید جواب میداد، از هر جایی جواب پیدا میکرد و چون اون دهکده همه فکر میکردن درست میگه، همه اینا رو به حالت اینی که درست میگن و واقعا کسی هست اون بالا داره حرف میزنه. فیلم خیلی جالبه، فیلم اولش انگلیسی بود، امریکا هم قبل از اینکه اون فیلم رو ببینی تئاتر من آف کورس بعدش هم این فیلم قدیمی شده، ما الان با آدرچه فضای جدید داریم میریم. من تا ببخشید یادم نرفته، ما اندفعه تمام بلیتامون رو روی اینترنت فروختیم و خدا شکر مردم هم دیگه راه افتادن و خیلی خیلی راحت تره و استقبال میکنن، ولی خب یه درصدی از تماشاگران شما شاید سختشونه روی اینترنت برن، نوهشون نمیاد ملاقاتشون، بچهشون سر کاره. ما مقدار محدودی بلیت گذاشتیم در میوزیک باکس وستوود، اگه میتونم اینو بگم اینجا، عباس آقای گل که همیشه برای آقای چمنارای عزیز، اونم تازه این هفته گذاشتیم برای اینکه خیلی تلفن بهمون شد. اگر که بلیت نتونستن روی اینترنت بخرن یاران عزیز، تشریف پیش عباس آقا تا تمام نشده، ایشون 10 15 20 تایی بلیت جای مختلف همه جور قیمت 35 45 95 10000 دلار، بلیت 10000 دلاری روی استیج بعد از تئاتر من برای خود عربی میرقصم، بغل خدا میشه، بغل خدا میشه، وقتم تموم شده، یک شنبه چی وقتمون تموم شده؟ من تازه دارم گرم میشم، آقا یه ساعت اضافه کنیم، صبر کن یه دقیقه، 20 نوامبر یک شنبه ساعت ایرانی ها 7، ساعت امریکایی ها 8، در باز میشه، پرده باز میشه، در 7 باز میشه، پرده رو خدا میدونه، واقعا خدا باز میشه. ویلچر ریبل تیاتر لس آنجلس، تلفنم هم یادم رفته بیارم، وبسایتش، وبسایت ایشون رو نوشتن adamandhava.com روی صحنه تلویزیون هست و توی هر کدوم از وبسایت های ایرانی هم که بریم که ایونت ها رو میذارن حتما هست. I don't think so. من یه خودفزی خودم میکنم، میخوام با همه شما عزیزانی که تلویزیون عصر امروز رو دوست داریم و این عزیزان من که واقعا دوتا از بانوانی هستن در لس آنجلس که من قلبا دوستشون دارم و بهشون احترام میذارم، فوجان من شاید 30 سال متاسفانه خوشبختانه هم دیگر میشه، یعنی یک سال دو سالگی با هم دوست شدیم، خانم خاتمی هم همینطور، میخوام بهتون بگم که هنرمند هر غلطی بکنه اگر کسی نبینه اون هنرمند کارش
اصلا انجام نشده. تو یکی از جوکای تئاترمونه. تئاتر یک عشق بازی بین تماشاگر و بازیگر و شما و من با هم در برنامه هستیم و فوق العاده لذت داره برای من حضور شما و انشالله برای شما به عنوان تماشاگر وعده دیدار ما در تئاتر بیشلیور. و بدونید که همونقدر که شما از هنرمنداتون ستایش میکنین، اونها باید قدر شما رو بدونن و شما رو عزیز بشمارن، برای اینکه بدون تماشاگر هنرمندی وجود نداره. و از این نقطه که کردم خیلی خودم خوشحالم. فقط یه یادآوری بکنم به شما عزیزان علاقمند به برنامه های آرت ورک، گالری سیهون با مریم جون صحبت میکردم این شنبه، یک خانم هنرمند برای بار اول کارهاشون رو به اگزیبیشن میذارن، خانم الهه زاره، که میتونید به گالری سیهون برید. شنبه ها معمولا بین 4 تا 8 اوپنینگشون هست و انشاءالله از مریم جون هم دعوت خواهیم کرد که در برنامه های آینده ما مهمانه برنامه آرویو باشن. مرسی فری بروزن. قربون شما. مرسی از شما. First man in our show since we started launching. Really? When did you launch? کی شروع کردی؟ این شروع الان دیگه بله. تبریک میگم و امیدوارم که آخرین مرد باشم. فقط منو بیارید. مرسی از اینکه. خدا حافظ. روز شبتون خوش. بابای.